اینکه من دارم میبینم همین الان اوضاع نهادهای دامی رو دارم میبینم گزارش مرکز پژوهش مجلس میگه 55 درصد نهادهای دامی که با ارز سی داره وارد مملکت میشه میرسه دست و 45 درصد کجا داره میره تو این بازار یه نهاده دامی آدمی آدمیزاد که نیستش که چهار تا مغداری رو نمیتونید شما قضا نهاده دامی رو بهشون برسونید بعد چی بشه به دم انتخابات یه دوگانه یه مرغ صفه رای درست بشه آبروی مملکت داریم مملکتی که حوزه نفوذش از اقیانوس هند تا دریای مدیترانه است این این فاجعه است یه مملکت یه روزی که قرارگاه میزده برای چی قرارگاه سازندگی میزده قرارگاه میزده برای حل مسئله سوریه قرارگاه میزده برای اینکه آمریکایی‌ها رو تو عراق بندازه بیرون قرارگاه مرغ زده قرارگاه میم رقه مرغ رفته زده خب این وحنه مملکت ستاد تنظیم و بازار درست کردن وزیر جهاد کشاورزی میاد میگه که آی انبارا پر میوه چرا وارد میکنید اون وزیر سمت میاد میگه که گرونه بر چی وارد نکنیم بعد یه شما همین چند وقتی پیش خبر اومد بابا میبینید در گمرک واردات کردن در گمرک پوسیده نهادهای دامی از بین رفته کپک زده این طرف قیمت مرغینه از این و جوجه یه روزه رو دارن قاچاق میکنن به خارج از کشور اون فیلمای خاطرتون از اون جوجه یه روزه رو معدوم میکردن میگفتن غذا نداریم بهشون بدیم قیمتاش نمیصرفه پس این قیمت مرغ چیه ببینید یه دو تا مرغداری رو نمیتونن مدیریت بکنن یه مسئله یه <applause> مرغ یه روز مرغه یه روز پیازه یه روز موزه <تصفيق> <تصفيق> یه روز گوشته چقدر اینا خرج کردن چقدر دلار 4200 دلار جهانگیری ریختن توی بازار فقط سر گوش 11 هزار میلیارد تومن پول مملکت به باد رفت داره میگه همین الان چپ... گزارش مرکز پژوهش هست حرف من نیست 55 درصد نهاد دامی داره میرسه در اختیار مقداری قرار بقیه شما کجا میره اصلا میشه دوباره نمیدونم تو بازار آزاد میفروشم میری سراغ مرغداری ببین شما یه طرفه فقط چون مرغ مر... میخورید دارید میگید میرید مثلا لبنیات میخرید من میرم سراغ گاوداری ها من میرم سراغ مرغداری ها طرف گاودار ما تماس گرفته میگه این داروی گاو انقدر گرون شده فلان انقدر گرون شده نمی صرفه شیری رو دارن سر میبرن میگن به گوشت بفروشیم به صرفه تره بابا کلی هزینه شده این گاو خدمت شما تغذیه شده ما اندازه میکشه میتونه شیر بده بعد چی میشه بعد میگه لبنیات رو میره بالا یه گاوداری مرغداری نمیتونه مدیریت بکنه